خوش آمدید عزیزان به برنامه دیدگاهی تازه. من دکتر فوجان زینی و من درمانگر مشاور خانواده در کنار جناب امان الله قهرمان، مربی زندگی و مربی یوگا. با سلام به شما. سلام به همه عزیزان هر جای دنیا که هستید. جناب امان، من فکر میکنم که این مسئله‌ای که من دارم هی راجبش فکر میکنم و فکر میکنم که خیلی از اشخاصی که در این زمان هستن دلشون این رو میخواد، گفتم به خاطر همین گفتمانی با هم دیگه داشته باشیم. و اونم اینه که خشم در دنیا خیلی زیاده، حالا یا به خاطر اتفاقایی که داره میفته و به خاطر دردهایی که آدم ها میکشن. قسمت دیگه اینه که فرصتی پیدا کردیم همه ماها با سوشال میدیا که خشمم خشم میآفریند، یعنی یک نفر که یه دونه توپ پرت میکنه اعصاب همه رو خرد میکنه، همه هم شروع میکنن گور گرفتن و شروع میکنن به هم دیگه پرخاش کردن و یواش یواش میبینین که یک مسئله خیلی ساده ای که وجود داشته همه رو به جون هم دیگه انداخته. در نتیجه یک جوری هستش که انگار خشم ما هر روز بالا داره میره، تا اینی که عشق و مهر ما، نه اینی که نداریم، همه ما تو زندگیمون داریم، اون فضا رو تو قلبمون داریم، ولی اینی که چقدر در حین روز به طرف اون میریم و از اون جایگاه و از اون سرچشمه استفاده میکنیم بیام جلو، یا اینی که هی در حال خشم وجود آوردنیم. تمرینی که خودم دارم هی سعی میکنم انجام بدم توی مدیتیشن ها و مراقبه های اینه که چجوری برگردونم اون جایگاه، حالا ترس، خشم، نگرانی و و و هی برش گردونیم و از سرچشمه مهر و عشق برگردم، چه به خودم، چه به اطرافیانم، چه به کل دنیا. چجوری میشه این کار کرد؟ شما که خیلی هاشو بلدین، خودتون کلی هاشم درس میدین و توضیح میدین برای عزیزان. اول از همه، اولین چیزی که من استفاده میکنم تو کلاسام و دعوتی که برای همه عزیزان وقتی که میان تو کلاسام دارم اینه که اول از همه احساسایی رو که همین الان تو وجودشون هست رو رها کنن، اجازه بدن ریلیس بشه، اجازه بدن از بدنشون حرکت کنه، از ذهنشون حرکت کنه، احساسشون حرکت کنه و بدنشون بیاد بیرون. و خب این در سطح تئوری یه چیزه، و در سطح عمل احتمال زیاد عزیزان دیدن یک سری کارهایی رو که ما با هم صحبت توی نکته ها و اینا که ضبط میکنیم و شما پرسیدی، خب یه سری ایموشنال ریلیس هست اول انجام میده. حالا چه خاصیتی داره اگه من عصبانی هستم و این عصبانیت رو نمیخوام به کسی بپاشم و در این حالم توی خودم هم نمیخوام نگه دارم، چون تو خودم هم منو اذیت میکنه. خب خیلی از عزیزانی که داد سر دیگران میزنن خودشون سبک میشن، ولی اون بیچاره‌ای که اونو میشنوه یا بهش برخورد میکنه اون اذیت میشه. خب یکی از روشایی که ما پیشنهاد میکنیم اینه که توی ماشینشون شیشه رو بکشن بالا یا کنار اوشن هستن، یه سری تکنیک هستش که اجازه بدن این احساسا بیاد بیرون و ریلیس بشه. وقتی اون انرژی حرکت میکنه، حالا تازه ما فضایی داریم که حضور پیدا کنیم. به اصطلاحی هستش، شعری هست، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ما اون دیوه رو باید بیرون کنیم و برای بیرون کردنش یکی از تکنیک ها اون ایموشنال ریلیسه، که یکی از تکنیک ها همون فوت کردن، اگه خاطرتون باشه فوت میکردیم برای اینکه از سیستم خارج کنیم، و بعدم از ته دل خندیدن، نه به قصد خندیدن بلکه به قصد پاک کردن ریم. و وقتی این دوتا رو انجام میدیم خب کلی سبک میشه. بعدش حالا چی کار میکنیم اینه که حالا چه جوری حضور پیدا کنیم به عشق. چند تا روش هست. یکی از روش های سادهش، اگر شخصی میگه خب من هیچ عشقی به زندگی ندارم، بعد میگیم لحظه ای بوده تو زندگی عشق رو تجربه کردی؟ میگه آره. میگیم اوکی، هم توجه تو ببر به اون خاطره و اون احساسی که میکردی، چون اگر ما یک بار اون تجربه رو کرده باشیم اون تجربه رو میشناسیم، و به محض اینکه بریم تو اون یاد اون خاطره اون جور دوست داشتن، یاد فرزند شخص بیفته، یاد یارش بیفته، و همونجا دل شخص باز میشه. ولی اول باید ایموشن ریلیس شده باشه. اگر ایموشن
همون جا باشه ما نمیتونیم، یعنی این حالت دوگانه رو نمیتونیم داشته باشیم که این رو نگه دارم حالا سعی کنم عداش، چون به محض که عداشم در میارین دیگران میگیرن که این عداس و واقعی نیست. نمیدونم میکسنس میکنی یا نه. حتما یکی از کارهایی که من سعی کردم توی مدیتیشن انجام بدم و اونم اینه، حق انتخابه. یک جایی هستش که وقتی که دارم نشستم و دارم که تجربه میکنم، یکی این قسمتی که شما میفرمایین که دارم شاید خشمم رو تجربه میکنم و و و ولی یه چیزی هم که من یاد گرفتم تو این زمانها اینه که شما هر چقدر که توجه بکنید به یک نوع احساس، اون احساس رو تا حدی هم میتونین زیادترش بکنی. حالا شما میتونی که البته مدل فکر کردنتون روی اون احساس میتونه اونو گور بده و اضافه بکنه. در نتیجه وقتی که دارم با احساس نگاه میذارم که حسش بکنم، بعد حضور داشته باشم که آیا فکری که دارم انجام میدم داره به اون اجازه میده که علو بگیره، یا اینکه یعنی فکری که دارم انجام میدم داره میره در راستای رها کردنش. و این خیلی مهمه که من وقتی میبینم که انتخابم اینه که دیگه عصبانی نباشم و انتخابم اینه که برم توی مهر، افکاری رو که بر در کنار اون حس داره میاد بیشتر میره توی رها کردنش. یعنی افکاری میاد مثل این که عصبانی بودنه به درد من نمیخوره، چه فایده ای داره، حالا چجوری میخوام از خودم نگه دارم، حالا به اجازه بده که به خودم برسم، تا اینکه افکاریه که داره الو میده، مثل اینکه دیدی چی کار کرد، اصلا نمیخواست به من برسه، فهمیدی اتفاق افتاد، نمیدونم میخواست مثلا اچاف بکنه، میخواست از مسیرش خودش میخواست خودخواهی بکنه. یعنی میبینم اون یه سری فکرای اونجوریه که منو میتونه اجازه بده که اضافه کنم یا کم کنم. این حق انتخابی که به خودم دادم که نمیخوام عصبانی باشم و میخوام مهر داشته باشم، شاید قسمت اولی بوده که این فکرمو عوض کنه و بعد اجازه بدم توی اون جایگاه که حالا اون رزیجوال، اون قسمتهای مونده که توی بدن من هست که باید بره رها بشه تا برسه به یه جای عادی نوترال که تازه بتونه مهر تازه توش بشینه. و بعد اون مهره شاید که یه قسمتش اون ارتباطاتیه که ماها داشتیم، حالا عشقیه که از پدر مادر گرفتیم، خواهر برادر گرفتیم، عشق رومانتیکیه که از یک انسان دیگه ای برامون اومده، کسانی که از ما نگهداری کردن، و یا اینی که اگرم حتی به یک انسان ها ربطی نداره عشقی باشه که یکی از راه حلاش خیلی موقع ها طبیعته. یعنی دفعه فکر کردن به طبیعت، حیواناتی که دوست داریم، گل هایی که دوست داریم، دریا اگر دوست داریم. و خیلی از کسانی که آزار دیدن از دست انسان ها براشون سخته که مهر رو از جایگاه انسان پیدا بکنن، ولی از جایگاه طبیعت میتونن و از جایگاه حیوانات میتونن اون مهر کلی رو یک دفعه به دست بیارن و برن خودشون رو بذارن توی اونجا و از اونجا اون حس مهر و عشق رو انگار دریافت بکنن و برای خودشون اول پخش کنن و بعد وصل بشن، کنکتد بشن به خود طبیعت اول به عنوان کسی که قسمتی از این طبیعت هستن و لذت میبرن از اون قسمتی از این طبیعت بودن. حالا حتی اگر الان حوصله انسان رو ندارن، بالاخره از یه جای مهرشون به یه قسمتی از طبیعت به وجود میاد تا حالا یواش یواش آپگرید بشه بیاد به طرف انسان ها. دقیقا. و همون چیزی که شما توضیح میدادیم، من فقط یه چیزی که به ذهنم رسید اینه که تا زمانی که فکر هست، فکر رو میشه عوض کرد. فکر این کاناله، یعنی مثلا اگه دارم من به این موضوع فکر کنم، حالا میتونم ذهنمو بیارم رو این موضوع. ولی به محض اینکه احساس ایجاد شده، یعنی من یه فکری کردم، حالا احساس اومد، اون احساس باید حرکت کنه و الا خفه کردنش، ندیده گرفتنش، پس زدنش، اینا هیچ کدوم کار نمیکنه. این یه نکته است که عزیزان خیلی حواسشون باید باشه، که حواسشون باشه این فکره که الان اومده من اگه ادامه بدم حالم خرابه. خب نه اینکه فکر رو نکنیم، نه، توجهتون رو ببریم به اون فکری که میخواین بکنید، اونو میشه عوض کرد. یعنی من اگه الان داره یادم میفته که چه صحبتی شد، اگه برم توی اون دیگه رفتم و اصلا همونجا میتونم توجهم ببرم که نوام که مثلا 10 روزشه چطوریه. یعنی همونجا که ذهنمو ببرم به اون، یهو میبینین احساستونم
دنبالش اومد و رفت جای دیگه. اون دیگه تخصص خود ما هست که چقدر زود ببینیم و چقدر تمرین که داشته باشیم و هی بتونیم این کانال رو عوض کنیم. یه نکته دیگه ای که هستش، یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه در این حال تنفسه. یکی از اگر احساسا رو بخوام اینجوری مثلا فرض بگیم عشق، آرامش، صلح، تمام این احساسا رو که داریم میشموریم، تجربه بدنیش و تجربه حسیش حالت باز شدن داره، اکسپنشن داره. از اون طرف عصبانیت، غم، قصه، اینا همه کانترکشن داره، خودشو داره جمع، بدن داره جمع میشه. وقتی حتی شما میخواین داد بزنین، گلوتون میگیره و سفت میشه. این تنشن ها، کانترکشن، خاصیت یک سری احساسه و این یکی ها یک سری ریلکسیشن. بعد اگر ما یاد بگیریم که درست نفس بکشیم که ریلکسمون بکنه، داره ما رو میبره تو فضایی که این احساسایی که باهاش باز بودن و ریلکس بودنه همراهش میاد. یعنی خیلی ساده با فرم بدنمون و جوری که بدنمون رو گرفتیم، باز به مقدار زیادی حال احوالمون رو میتونیم عوض کنیم. اگر یه نفر پاهاش رو بکشه بالا، زانوش رو بیاره تو سینهش، سرش رو به اندازه پایین، چند لحظه تو حالت بمونه، میره تو یک غم خاص، یک تنهایی خاص. یعنی همین که خودشو جمع کنه. حالا اگه از اون طرف خودشو باز کنه، صاف کنه، بکشه، سرشو بیاره بالا، سینهشو باز بکنه، احساسش شروع میکنه عوض شده. یعنی به صرف این که من چه فرم بدنی رم حتی داشته باشم، تغییرش حال احوالم رو عوض میکنه. و به خصوص اگر میخواین دل، به قول معروف، از با دل و قضیه برخورد کنیم، باید هر چقدر میتونیم قفسه سینه بازتر باشه و شونه هامون عقب‌تر بره. و اینو من تو خیلی از عزیزان دیدم، اونایی که شونه ها رو میکشن جلو و یه حالت دقیقه، اونا ما بهشون توی کار یوگا میگیم این قلبشو بسته، داره خودشو حمایت، داره حفظ میکنه. و خیلی ساده من تو کوچینگم از نوع نشستن و پوزیشن های بدنیشون میتونم حتی متوجه فکراشون بشم که من فکر میکنم شما الان دیگه اینا رو قشنگ میبینین که پترنای فکری طرف با شکل بدنش و جوری که خودشو نگه داشته. نرمشی که تاچ کردن، لمس کردن هم برای ما میاره، یاداوری کودک بودن ما، نوزاد بودن ما، که وقتی که اون لمس، یکی داشت ناز میکرد ما رو، داشت به همون مهر میداد. و اینی که چطوری شروع بکنیم که خودمون رو ناز کنیم و اونجوری به خودمون مهر بدیم و یک فضایی رو به وجود بیاریم که حالا اگر تو دستمون رو، اگر صورتمون رو ناز میکنیم، اگر موهامون رو، بعضی دیدین نشستن و میخوان خودشون رو آروم بکنن، دیدین هی دارن با موهاشون اینجوری بازی میکنن. و بازی کردن اون حالت لمس کردن و آرامش رو در حقیقت به وجود میاره. و حتی کسانی که مثلا تسبیح دست میگرفتن، یه چیزی دارن دست میگیرن و مکررن دارن با اون بازی میکنن، یک از فضای کینستتیک و لمسشون دارن استفاده میکنن که یاداوری اینه که من هستم، من توی بدنم هستم و یک با یک نرمشی دارم از خودم نگهداری میکنم. بغل کردن خود خیلی موقع اون فضای آرامش رو در حقیقت به وجود میاره. و موسیقی، یعنی موسیقی، یک دفعه میبینین موسیقی هایی رو که گوش میدین که عشق رو میاره. مثل که مثلا صبح که انرژی میخواین داشته باشین، موسیقی ها رو ممکنه بذارین که انرژیتون رو ببره بالا. موسیقی هایی هم هست که در حقیقت این شوق و ذوق و شعف و عشق و مهر رو براتون به وجود میاره. در اینجا هر کدوم از این موارد میتونه که کمک کننده باشه برای اینی که شما رو از فضایی رو که دوست ندارین از نظر احساسی باشین تشویق بکنه و گذری بکنه به اون جایگاهی که در حقیقت دوست دارید که برسید. 100%. خب دیگه چی به نظرتون میاد که برای دوستان بگیم برای این که قلبشون رو باز بکنن؟ الان میتونیم یه
مدیتیشن ویژوالیزیشن داشته باشیم و کامل کنیم برنامه رو که بتونن اون احساس رو برای خودشون ایجاد کنن. هر جایی که عزیزان هستین و نشسته باشین، فقط موقع رانندگی خواهش میکنم این کار رو نکنین، چون قراره چشماتون رو ببندین و قرار ریلکس باشین. نفس عمیق بکشین، توجهتون رو بیارین به بدنتون، از سر تا پای نگاه بکنین به بدنتون. اگر گرفتگی، فشار، ناراحتی یا دردی جایی هست بهش توجه کنین، نفس بکشین و با تخلیه هوایی که انجام میدین اجازه بدین اون ناحیه، اگر تنشنی هست بره، اگر گرفتگی هست رها بشه، اگر دردی هست بهش توجه کنین، دل بدین بهش، کاری باهاش نداشته باشین، فقط توجه کنین. نفس بکشین، گردن، شونه، صورت، فک، همه ریلکس. اگر حس میکنین اینا همه الان تنسه و گرفته است، دستاتون رو به هم بمالین، بذارین گرم بشه. وقتی که گرم شد با دست چپ شونه راست رو ماساژ بدین، بازوتون رو ماساژ بدین، دستاتون رو بیاین تا دستتون، بعد عوض کنین با دست راست شونه، بعد بازو، بعد آرنج، ساعد، همه اینا رو ماساژ بدین. بعد با هر دو دست، دست راست روی شونه چپه، دست چپ روی شونه راسته، انگار دارین شونتون رو میتکنین، نمیدار این کار رو انجام بدین. بعد قشنگ تمام دستاتون رو با این حال، بعد یه ذره جلوی صندلی بشینین، با دست باز پشتتون رو همینجور نرم، خیلی راحت، انگار دارین از بالا به پایین ماساژش میدین. بعد برسیم به پاهاتون، زانوهاتون، ساق پاها. حالا تو همین وضعیت اجازه بدین یه نفس عمیق بکشین، با تخلیه ریلکس کنین. حالا دست چپ رو، کف دست چپ رو میخوایم روی جناق سینه بذاریم، انگشت اشاره میره زیر سینه راست، به خصوص خانوما دست چپ، کف دست چپ میشینه رو قفسه سینه روی وسط، شست وسط سینه است، انگشت اشاره زیر سینه است. بعد دست راست رو میارید همین شکل میذارید زیر سینه چپ، شستاتون هم به هم چسبیده، عملا چپ روی قفسه سینه است، دست راست روشه، شونه و گردن و صورتتون ریلکسه. حالا توجهتون رو بیارین به جناق سینه‌تون و گرمایی که تو دستتون حس میکنین. با هر نفسی که میکشین، با هر نفس عمیقی که میکشین، تجسم کنین که یا عزیزی رو که دوست دارین در بر کشیدین و در بغل کردین، یا خودتون رو بغل کردین، فرق نمیکنه، ولی حضور به پیدا بکنین با هر نفسی که میکشین، گرمایی که تو قفسه سینه‌تون ایجاد میشه همراه با اون عشقی که حس میکنین بزرگتر و بزرگتر میشه، انگار محیط اطراف شما از جناق سینه‌تون انگار یه نور میاد بیرون و با هر اکسل، با هر تخلیه‌ای که انجام میدین این نور بزرگتر میشه. دم رو که انجام میدین وارد بدنتون میشه، انرژی تمام بدنتون رو طی میکنه و وقتی بازدم رو انجام میدین به صورت یک توپ نورانی که هی با هر تخلیه‌ای که میکنین این توپ بزرگتر میشه، از جناق سینه‌تون شروع میشه و هی این توپ بزرگتر میشه، انقدر بزرگ میشه که تمام بدن شما توی این توپ انرژیه و هر نفسی که میکشین
این توپ پر انرژی تر میشه و بزرگتر. از جناق سینه شما مهرتون و عشقتون به صورت یک میدون انرژی شروع میشه و تمام بدنتون رو در بر میگیره از صورتتون یه تبسم خفیف توش به ایجاد میشه گردن و شونه و صورت و فک ریلکسه و هر نفس دیگه ای که میکشین بیشتر و بیشتر این فضای انرژی عشق شما بزرگتر میشه. بعد میتونه تمام اتاقتون، تمام خونتون، تمام محلتون، تمام شهرتون تمام کشور قاره و تمام کره زمین رو در بر بگیره که مرکز شما هستید و با هر نفسی که میکشید انگار شما عشقتون و انرژی مثبتتون رو با تمام هستی در میون میگذارید. با همون حال احوال نفس عمیق بکشید، آروم برگردید، چشما رو باز کنید. ممنون، مرسی از اینی که ما رو بردید در فضای مهر خودمون و وصل شدن به وجود خودمون. مرسی از همه شما عزیزانی که با دلتون به ما گوش دادید و تا هفته آینده با یکی دیگر از برنامه‌های دیدگاهی تازه روز و شبتون رو خوش می‌کنیم. خوب و خوش باشید.